بند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. امروز میهمان منزل امیر جدیدی هستیم. امیر جدیدی از بزرگان جنگ هستند، از کسانی که لحظه به لحظه میتونن راوی جنگ باشن و تمامی نکات جنگ رو برای ما بیان کنن. در خدمت ایشون هستیم با گپی دوستانه و سوالاتی که شاید برای اولین بار از یک امیر، از یک کسی که به عنوان کاپتان یا بهتر بگیم خلبان یک جنگنده میخواییم بپرسیم. در خدمت شما هستیم با یک گزارش تصویری. خب امیر، ما امروز در خدمت شما هستیم. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. اگر سلام علیکی با دوستان دارید با بینندگان عزیز بفرمایید که بعد در خدمت شما باشیم. به نام خدا، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم. بنده سرتیپ خلبان محمود جدیدی هستم. افتخار دارم امروز در جمع صمیمی شما شرکت دارم. امیدوارم که بتونم اگه خاطرم اجازه بده خاطرات جنگ رو یه مروری کرده باشیم. من اولین سوالی که از شما بزرگوار دارم، شما خیلی از نسلی رو الان داریم که خیلی از این بچه های این نسل نه جنگ رو درک کردن خوشبختانه، نه جنگ رو دیدن و فیلم هایی دیدن که حالا مثل حمله به H3 بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، یا عقاب ها بود، یا این که فیلم ها اینجوری که اونا رو با زیاد من که توی صدا و سیما و تلویزیون دیده باشن. اما بحث اولیه یا سوال اولیه من بحث روز اول جنگه. اون روز شما کجا بودید؟ چگونه خبردار شدید و چه اتفاقی افتاد اون روز؟ جنگ، خب حمله اولیه میدونید که از طرف حالا عراق بود، 31 شهریور که حمله کردن. البته ما آمادگی لازم رو داشتیم. حالا یه مقداری بازتر صحبت کرده باشیم، خب ما از تقریبا فروردین ماه همون سال آمادگی لازم رو داشتیم. تمام این مرزها رو از جنوب شروع میکردیم، از شلمچه شروع میکردیم، به پرواز در ارتفاع پست میرفتیم تا حدود غرب، حدود استان کرمانشاه و برمیگشتیم و گزارش میکردیم در حقیقت فعل و فعالاتی که اتفاق میافتاد، موومنت هایی که بود گزارش میکردیم و تماما این گزارشات برابر اون شکل خودش به مواد زیربط ارسال میشد. ما آمادگی رو داشتیم، حتی دیگه روزهای آخر که داشت به انتها میرسید، نزدیکای حمله عراق میرسید، کاملا اینا آمده بودن و مرز رو داشتن، یعنی کامل چسبیده بودن به مرز و منتظر سوت شروع کار بودن که به حال این هم زده شد. ما تو گردان پروازی بودیم، دسپول بودم من اون زمان، پایگاه وحدتی دسپول اونجا خدمت میکردم. موقعیت من معلم خلبان هواپیمای F5 بودم اون موقع. تازه هم دوره خلبانی معلمیم رو، معلمی نه دوره اینیشیال رو، نه معلم شده بودم و از آمریکا برگشته بودم به عنوان معلم خلبان هواپیمای F5. جوان بودیم و خلاصه خیلی پویا. خدمت شما عرضم که توی گردان، سه تا گردان پروازی ما توی دسپول داشتیم که به صورت شیفتی خلبان ها می اومدیم و کار پروازی ها رو، اون آموزش های لازم رو روزانه طی می کردیم و هر آن منتظر ملتهب شدن این آتش بودیم به هر حال، ولی نمی دونستیم از کجا قراره بخوریم. دونستیم که قراره از یه اتفاقی بیفته و حالا این اتفاق افتاد. حدود ظهر بودش که هواپیماهای عراقی به پایگاه مختلف ما تهران و دسپول، همدان و چند تا پایگاه دیگر رو مورد تهاجمشون قرار گرفت و ما تو گردان پروازی بودیم. منم حالا 20 شهریور 1359 ازدواج کردم، یعنی چند روز قبل از همین واقع که عیالم، خانومم توی پایگاه، حالا پایگاه دسپول اگر آشنایی داشته باشید، همه خونه ها ویلایی هستش، تمام باغ و باغچه و تشکیلات و اینا. بچه ها خونه، خانومم خونه بود و با حالا که آشنایی آنچنانی هم نداشت، دوست آنچنانی هم نداشتیم، یهو هفته ما چیز شد،
شروع کردن به بمباران پایگاه دسپول. من مونده بودم که الان برم به خانمم که ناشناس برسم که به حال هول نکنه. صدای حرف ما انقدر وحشتناک بود که به این ارتفاع خیلی پست، ارتفاع خیلی پایین پرواز میکردن و بمب میرختن و بعد از بمبارانشون انقدر وقیح بودن که با شروع کردن با فشنگ استرف مسلسل شروع کردن به زدن پایگاه، قسمت‌های مختلف پایگاه رو میزدن، نه بیشتر تو طرف باند و قسمت آشیانه ها رو، آشیانه ها و اینا رو داشتن میزدن و ما همجور مونده بودیم که الان باید چی کار بکنیم، بریم به خانه به خانواده برسیم یا اینکه الان من چه کاری از دستم برمیاد تو این شرایطی که به وجود آمده. ببینید تمام رمپ شده بود تیکه پاره های ایرانی تایی که از سقف حالا آشیانه ها پرت شده بود و اینا. بعد خب یه جایی به اسم آلرت وجود داره یا اسکرامبل که دو تا خلبان توش نشستن توی اون اتاقکی میشینن و برای پایگاه دسپول، برای هواپیمای F5، سانرایز تا سانست، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ما وظیفه داشتیم که پست داشته باشیم تو اینجا. دو تا خلبان بودو بودو میرن طرف هواپیماشون و همراه اینا یک نفر فنی که میاد کمک میکنه ما رو میبنده. همزمان که ما داریم بسته میشیم علامت استارت رو میدیم و هواپیما رو روشن میکنیم. به فاصله 3 دقیقه هواپیما بایستی از جایگاهی که هست موتورش روشن بکنه، آرم بکنه اون مهماتی که داره که شامل موشک میشه که برای در حقیقت وقتی که از این بلند میشه میخواد بره که درگیری هوایی به وجود بیاره، بنابراین موشک حمله کنه. موشک M9 J هستش که روی هواپیما رو بالا هواپیما وصله رو برای F5 که موشک حرارتی هستش که بایستی 3 دقیقه این کار رو انجام بده. خب حالا آلرت ما تو روز اول جنگ خلبانی که توش بود، من مسئولیتی نداشتم، من یه خلبان عادی بودم تو پایگاه روز اول جنگ و فقط یک نیروی منو هول میداد که برم طرف چیز، چون یه احساس عجیب و غریبی به هم دست داده بود. خب من خوزستانی هستم، اهل آبادان هستم، احساس میکردم که جنوبم داره یه اتفاقاتی براش میفته. بعد دیگه بودو بودو که یکی از عزیزان به اسم منصور محمدی آزاد که از همدوره‌های من بود، گفتم منصور بودو بریم. ایشون دنبال من اومد، ما از گردان پروازی که بودیم که این بمباران داشت میشد تا آلرت شاید 500 متری بود. ما 500 متر رو قشنگ دویدیم و خیس عرق شدیم وقتی که رسیدیم اونجا. دسپول هم خب شرجی و گرما و ایناست و خیس عرق شدیم. اصلا تمام قسمتی که جلوی ما بود که واسه می اومدیم تا خودمون رو برسونیم به باند و خود باند هم همینطور، تمام تیکه پاره های یا همین بمبایی که زده بودن بود و پر از FOD، حالا فورین آبجکت دمیج که بهش میگن، پر از اینا بود و اصلا ما هنوز زیر چیز بودیم. یعنی هنوز تو شوک بمباران بودیم و هنوز همه این آتش‌خالا توی محیط بود و من اصلا به هیچ وجه اصلا کنترلی روی چیز نداشتم، روی رفتارم نداشتم. فقط رفتیم و نشستیم تو هواپیما هر دوتا و روشن کردیم، هواپیمامون رو روشن کردیم. از اون دو نفر که توی پستشون بود و تو آلرت بودن هیچ اطلاعی پیدا نکردیم، نمی‌دونستیم کجا رفتن. حالا بنده خدا یا ترسیده بودن یا هر اتفاقی افتاده بود دیگه تو موقعیت خودشون نبودن. ما تیک آف کردیم و تمام مدتی که حالا با اون تمام آتش‌خاله‌ای که تو باند بود و که می‌بینید شما یه ریگ اگه تو باند باشه که چیز می‌کنید
این ریگ ممکنه در اثر مکش موتور جت صدمه بزنه و خراب بکنه. ببینید چقدر حالا لحظات نور خدایی بوده، خاصی بوده که هیچ اتفاقی نیفتاد. با این همه آتش‌خالی که تو باند بود، باندش بمب خورده فلان اینا، باز ما رسیدیم به موقعیت و تیکافمون رو انجام دادیم، دو فروندی و بلند که شدیم، ما با رادار که تماس گرفتیم، با رادار منطقه که تماس گرفتیم، آدرس میگرفتیم که آقا اینا که با دسپول عمله کردن الان کجان، چه موقعیتی هستن و اینا. و واقعا همه شک شده بودن، همه به هم ریخته بودن و کسی نمیتونست جواب خیلی درست و دقیقی به ما بده. و ما با بغض، با گریه، با برها شرایطی به وجود اومده بود که تعادلی در گفتارمون نداشتیم. گاهن داد میکشیدیم، گاهن فریاد میزدیم، گاهن سر اون نفری که جواب ما رو میداد به قیز چیز میکردیم و دلمون میخواست که یه آدرسی به ما بده که ما بریم دنبال اینا که این کار رو کردن و بریم جبران بکنیم، یکیشون در حقیقت یه حرکتی بکنیم. متاسفانه رفتیم تا مرزم رفتیم و خب چیزی نشد، چیزی پیدا نکردیم. و ولی خب این اتفاق افتاد. ما روز اول جنگ جز به اولین هواپیماهایی که از باند دسپول بلند شدیم بنده بودم و شهید بزرگوار آقای منصور محمدی آزاد. خب امیر جدیدی عزیز، ما میخوایم این دفعه سوالی بکنیم از شما در زمینه وسایل هنری. در زمینه هواپیما، جنگنده ها، پرواز ها و فرماندهان هوایی ما فیلم های زیادی ساخته شد، حالا چه مستند، چه سینمایی، چه سریال. چقدر فکر میکنید تو این فیلم ها، تو این سریال ها، تو این مستند ها اون حق مطلب ادا شد؟ و شما تاثیرگذارترین فیلمی که توی فیلم هایی که از دفاع مقدس مخصوصا در زمینه هوایی، نیروی هوایی ساخته شد، برای شما جالب بود و تاثیرگذار بود روی شما؟ فیلم هایی که ساخته شد، اشته فکر میکنم از همه بهتر ساخته شد، به خاطر اینکه حالا ببینید حتما مشاور پروازی برای این کارگردانی که میخواد یک فیلم رو بسازه وجود داره. اون مشاور خوبی داشت. بعضی از فیلم ها هستش که متاسفانه مشاورهای خوبی ندارن، هواپیمای F5 بلند میشه، بعد رو هوا F5 تیکاف نشون میده، رو هوا F4 نشون میدن، بعد F14 نشون میدن داره بمب میریزه که اصلا F14 بمب نمیریزه. یعنی اینا یه مقدار حالا مخاطبمون یا همون بینندمون باید بهش احترام بذاریم دیگه. فیلم H3 به نظرم فیلم قشنگی درست کردن و با مستندات تقریبا هماهنگی داشت. سه هواپیمای ناشناس به ما نزدیک میشن. زدش. ای بنده، این بچه ها. چند تا اسم میگم، شما در حد یک کلمه یا یک جمله در بعد برای اینا برام معرفی کنید. شهید بابایی. آقای بابایی خدا رحمتشون کنه، انسانی اصلا نظیرش دیگه به دنیا نمیاد. ایشون بی‌نظیر اصلا، خیلی خیلی باحال. دوران افوری بود، من افتخار نداشتم که ایشون رو زیارت بکنم، ولی آنچه که شنیدم بسیار شجاع بود. یه تعدادی بودن که اصلا از فرازمینی بودن دیگه، یعنی از اینجا گسسته بودن دیگه، نداشتن اینجا رو، نداشتن، رفته بودن. حالا جسمشون اینجا حرکت میکرد ولی رفته بودن. اردستانی هم دوره منه. بله.
همدوره منه و ایشون خیلی خود ساخته بود. خیلی خب ما هم به صورت خانوادگی هم با هم دیگه چیز داشتیم، رفت و آمدی داشتیم. امیدی ایشون با خانوادهش بود که منم خانواده هم با هم اونجا چیز داشتیم. ایشون هم میگم از فرشته هایی بودش که اینا میدیدن خیلی چیزهایی رو که ما نمیدیدیم رو احساس میکردن و میدیدن. پردیس آقارزام، میگم آقارزام هم دوره ما بود، آقا پردیس هم فوری بود. حال از کم و بیش از حالا و روز هم دیگه خبر داشتیم و اینا. شون هم خب برحال جز خلبانای خوب و... خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. با بینندگان ما اگر صحبتی، حرفی، حدیثی هست بفرمایید که در خدمتون هستیم. من تشکر باید بکنم از شما و همکاراتون به خاطر اینکه در حقیقت باعث میشید که یادآوری بشه این کارهایی که انجام شده در این ایامی که حالا گذشت، کارهایی که شده رو به یک صورتی دوباره به ذهن من بیاد. و من تشکر باید بکنم از شما و همکاراتون. خیلی ممنونم و لطف شما. انشاءالله سلامت بشین، تندرست بشید. خیلی خوشحال شدیم از اینکه خدمت شما بودیم و میزبانی شما بسیار ما رو با این حالی که داشتید، شاید از این بحثی که میخواستیم بیشتر شد و گرمای منزل شما ما رو نگاه داشت که بیشتر با شما سخن بگیم و سرتون رو درد بیاریم. برجد ما رو ببخشید. امیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشید. خب بینندگان عزیز، مصاحبه بود با امیر جدیدی مهربان. وقتی دلاوری های ایشون رو در جنگ میبینیم، میخونیم و متوجه میشیم و وقتی با ایشون نزدیک صحبت میکنیم، رأفت، مهربانی و دوستی ایشان بسیار جالب و ستودنی است. امیدوارم که بتونیم بیشتر در خدمت این دوستان باشیم و عرض ادب کنیم و به پاس زحمات و دلاوری هایی که کشیدن تا ما امروز راحت بتونیم زندگی کنیم، عاشقانه این دوستان را سپاسگزار باشیم. با تشکر تا درودی دیگر، بدرود.